بهار زندگی مسیحی رو با وجود بزرگ میکنه. واقعا همونطور که شبانت ها شنیدیم، همونطور که دادن عزیز صحبت هایی که اشاره کرد، جشن باید بگیریم برای این بهار. بهار میدونیم که فصلیه که توی این چهار فصل سوگلی تمام فصل هاست، نوبر همه فصل هاست. فصلیه که از نظر آب و هوا، از نظر شکوفایی طبیعت، از همه لحاظ تراوت، همه چی به ما میبخشه. و آمین که امروز بعد از اینکه این کلامو میشنویم واقعا مثل بهار شکوفا بشیم تک تکمون، برکت بگیریم از این کلام و بتونیم واقعا هر روز مثل یک بهار زندگی کنیم در کوری روح القدس. پتروس رسول خیلی خوب اشاره میکنه به دو تا کلمه در رابطه با روح القدس. یکی این که میگه روح القدس بیانه روحه و یکی دیگه این که روح القدس نوبر روحه. منظور پتروس از این دو تا کلمه چیه فکر میکنیم؟ خیلی قشنگ، یعنی اگه به واژه دنیاییش نگاه کنیم، ما همیشه برای یه چیزی که میخواییم بخریم یه بیانه میدیم، یه پیش خریدی میدیم برای اینکه تضمین کنیم اون مال مال ما بشه دیگه، رزروش میکنیم، یعنی دیگه اطمینان داریم که مثلا این پولو که دادیم بعد از چند وقت که بریم، حتی اگر تأخیرم داشته باشه، این دیگه مال ماست. و دقیقاً روح القدس به جرئت میتونم بگم برای تمام ایمانداران هدیه داده شده. فقط ما باید بدونیم که چجوری ازش استفاده کنیم به عنوان عطایای روح القدس، به عنوان ثمردهی روح القدس که اینا رو نشون بدیم. پس با این بیانه روح، یعنی ما این بیانه رو گرفتیم از خدا، به طور مجانی گرفتیم، به تماممون به رایگان داده شده، به تمام ایمانداران مسیحی. نوبر روح منظور چیه؟ نوبر روح دقت کرده باشین میوه وقتی میاد، وقتی نوبره خیلی کمه، بعد از یه مدت که فصلش دیگه میرسه به فراوانی میادش و در دسترس هم هست، ولی وقتی اون موقع که کمه، وقتی استفاده میکنیم خیلی لذتش بیشتره تا اون موقع که به فراوانی داریمش. نوبر روح، روح القدس رو وقتی ما میگیریم، وقتی عطایاش رو میگیریم، این عطایا دائما نیست با ما، باید تم بدیم که این عطایا بمونه در ما همیشه. باید الان یکی از خواهرها اشاره کرد به این که نمیدونم، فکر میکنم شبنم بودش، یا که انگیزه داشته باشیم برای اینکه بتونیم خدمت کنیم، انگیزه داشته باشیم که روز به روز با کلام خدا پرشیم، از روح خدا پرشیم و بتونیم این ثمرات، این عطایا رو در خدمتمون نشون بدیم. برای همین ممکنه این عطایا کم بشه در ما. دقیقا دقت کرده باشید وقتی که ما یه عطیه شفا رو میگیریم، وقتی دعا میشه، من خودم این تجربه رو داشتم، خواهنسین یک سال و نیم پیش برای کمر من دعا کرد و من با ایمان برداشتم و شفا رو کامل گرفتم و حتی موقعی هم که عمل شدم ایمان داشتم که شفا رو گرفتم. یک سال و نیم من هیچ دردی نداشتم، عطای شفا رو گرفتم، هیچ شکی توش نبود. ولی ما میدونیم که تو دنیای سقوط کرده هستیم، تو دنیایی هستیم که برکت ها هست، لعنت ها هم هستش، شفا هست، در کنارش مرض هستش. وقتی برکت مالی میگیریم، درست در برابرش ورشکستگی مالی و ضررهای مالی هستش، در برابر شادی غم هستش. تمام عطایای خوب و شفا، برکت، نمیدونم شادی، آرامش، روح تسلی، تمام اینا رو ما میگیریم، ولی باید بدونیم چون در این دنیای سقوط کرده هستیم که رئیس اون شیطان هستش، هیچ وقت در امان نخواهیم بود. پس باید تقویت کنیم این عطایا رو، طوری که انقدر داشته باشیم میان، تمام این مشکلات میان. ما میگم در دنیایی هستیم که هیچ وقت این مشکلات دست از سر ما بر نمیداره، ولی خیلی قشنگ اشاره شد تو شهادت ها بهش، یک صبری میده خدا به آدم، یه طاقتی میده، یه قدرت و توانایی میده که میتونیم در برابر این مشکلات مثل کوه بایستیم. و پاستور خیلی قشنگ اشاره میکردن یک شمع، میگفتن فوت کن، وقتی یه فوت بکنی تمام اینا میره. وقتی که ما از روح خدا پر میشیم در برابر تمام این مشکلات، حتی مثل بلندترین کوها جلوی ما باشه، با یه فوت میتونیم بگیم تو هیچ قدرتی در من نداری، در جایی که روح خدا در من ساکن هستش. برای همین خیلی خوبه که به این به خصوص عطیه شفا در روابط خودمون با خدا
دقت کنیم. یعنی یکی از کارهای بزرگی که روح القدس میکنه دقیقا میاد چون درون ما ساکن میشه، اون ارتباط ما که با خدا قطع شده بود در باغ عدن، اون ارتباط رو میاد نزدیک میکنه. و چون اون ارتباط نزدیک میشه، میاد درون ما ساکن میشه، هر چقدر تقویت بشه، هر چقدر قدرتش بیشتر بشه، به همون نسبت توانایی ما در برابر مشکلات بیشتر میشه و اونا رو به زانو در میاریم. برای اینکه ما بتونیم در این تازگی روح، در این تراوت روح القدس، الان روح القدس رو هممون گرفتیم، خیلی خوبه که بدونیم چجوری در این تازگی روح بمونیم، چه شرطی رو باید رعایت کنیم. چون من میتونم خیلی خیلی چیزای مبحث خیلی طولانی و خیلی عمیقیه وقتی بخوایم در مورد روح القدس صحبت کنیم، در مورد عطایای روح القدس صحبت کنیم، ولی من به سه شرط خیلی کوچیک اشاره میکنم که با این سه شرط ما میتونیم در تازگی روح بمونیم. آمین. انجیل یوحنا باب 15 آیات 1 تا 5 رو میتونید بنویسید، خواهرمون کلاله میخونن بلند و شما بعداً برای خودتون خواهید داشت. انجیل یوحنا باب 15 آیات 1 تا 5: من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است. هر شاخه‌ای که در من میوه نیاورد آن را دور می‌سازد و هر چه میوه آورد آن را پاک می‌کند تا بیشتر میوه آورد. الحال شما به سبب کلامی که به شما گفتم پاک هستید. در من بمانید و من در شما. همچنان که شاخه از خود نمی‌تواند میوه آورد اگر در تاک نماند، همچنین شما نیز اگر در من نمانید. من تاک هستم و شما شاخه ها. آن که در من میماند و من در او، میوه بسیار می آورد، زیرا که جدا از من هیچ نمی توانید کرد. آمین. پس شرط اول میتونید بنویسید قشنگ عنوانش رو انجیل یوحنا 15:1-5، به تاک حقیقی که بارها شنیدیم این آیاتو و بحث های خیلی زیادی شده راجبش. تاک اشاره به عیسی مسیح، همونطور که میدونید شاخه ها ماها هستیم، هر کدوم ما که اینجا نشستیم، و باغبان خدای پدر هستش. چه اشاره‌ای داره میکنه در اینجا؟ برای چی انجیل یوحنا؟ برای اینکه وقتی عمیقاً برید در این آیات میبینید که مژده نجات، بوی مژده نجات داره میاد. یعنی چی؟ در من بمانید. وقتی که تاک حقیقی عیسی مسیح باشه، شاخه به تنهایی خود هیچ چیزی نداره، هیچ ثمردهی نداره. شاخه باید به یه جا وصل باشه. به کجا وصله؟ به تاک وصله. تاک، پس ما ریشمون عیسی مسیحه. چطوری میتونیم در این تاک بمونیم که به خدای پدر وصل شیم؟ از طریق روح القدس. یعنی تنها شرطی که ما میتونیم در این تاک به عنوان شاخه ها بمونیم، ثمر بیاریم و باعث بشیم که بریده نشیم، دور انداخته شیم، اینه که هر چقدر روح خدا بیشتر پرشیم، بیشتر به این بدن وصل هستیم، محکمتر میشیم و با هیچ باد و طوفانی، با هیچ شرایط جوی تکون نخواهیم خوردش، برای اینکه محکم هستیم. پس این مژده نجات رو نباید فقط برای خودمون داشته باشیم، بلکه باید به دیگران هم بدیم. نباید خودخواه باشیم و اینو نگه داریم برای خودمون. طبق کلام گفت بروید امتها رو شاگرد سازید به نام پدر، پسر و روح القدس. پس نقش ما اینه که اولین قدمی که باید برداریم، وقتی نجات رو گرفتیم، این نجات رو باید نباید برای خودمون فقط نگه داریم، بلکه برای دیگران هم بدیم. دومین شرط رو در کتاب ارمیا باب 17 آیات 7 و 8 میتونیم پیدا کنیم. کتاب ارمیا باب 17 آیات 7 و 8 اگه ممکنه. مبارک باد کسی که بر خداوند توکل دارد و خداوند اعتماد او باشد. او مثل درخت نشانده بر کنار آب خواهد بود که ریشه های خیش را به سوی نهر پهن می کند و چون گرما بیاید نخواهد ترسید و برگش شاداب خواهد ماند و خوشحالی اندیشه نخواهد داشت و از آوردن میوه باز نخواهد ماند. آمین. خیلی اشاره قشنگی به توکل کرده. الان ما ایمان رو داریم، نجات رو گرفتیم، پس باید توکل داشته باشیم، اعتماد کامل به خداوند داشته باشیم و بریم جلو. 5 نکته است در ارمیا در این باب 17 که اشاره خیلی قشنگی کرده. مثالهایی که آورده، درخت نشانده در کنار آب. یعنی چی؟ وقتی که یک درختی کنار آبه،
نشونش چیه؟ همیشه سرسبزه، تازگی در حیات. یعنی چی؟ ما این حیاتی که گرفتیم، این حیات جاویدانه که گرفتیم، باید همیشه در این تازگی بمونیم. در تازگی موندن ما چجوریه؟ وقتی که به اون بدن وصل باشیم. از طریق کی؟ از طریق روح القدس. ریشه های درخت پهن شدن در کنار این آب، اشاره کرده همینجور که میخونیم. منظور چیه؟ ریشه های ما وقتی که ما وصل باشیم به این تنه، ریشه های ما قوی میشه. ریشه های ما قوی بشه نشونه چیه؟ اعتقاد و ایمان و باور ما محکم تر میشه. هیچ چیزی نمیتونه اینو تکون بده، این اعتقاد و باور ما رو. چون گرما بیاید نخواهد ترسید. منظور اینه که نگران مشکلات دنیا هست، نگرانی های دنیا هست. گفتم که در دنیای سقوط شده زندگی میکنیم ما، ولی وقتی که اینا بیاد میایسیم. مثل معصومه عزیز در شهادتش که اشاره کرد، نگران نیست دیگه، ایمان داره. ایمان داره اونی که در اوه خیلی قوی تره تا اونی که میخواد اینو اپا بندازه. در خشکسالی اندیشه نخواهد داشت. خشکسالی علامت چیه؟ وقتی که اسم خشکسالی میاد، همیشه یه نگرانی دلشوره به همراه خشکسالیه. چی میشه؟ چی خواهد شد؟ چی کار باید بکنیم؟ همش آینده نگری. به وضعیت روحانی ما داره اشاره میکنه در اینجا. در خشکسالی یعنی زمانهایی میرسه که مثل هنگامه عزیز ایمانو میاریم، تعمیدو میگیریم، ولی در تراوت نیستیم، در تازگی کلام نیستیم. وقتی کلام نمیخونیم خشک میشیم. وقتی که خشک بشیم هیچ ارتباطی با خدای خالق و پدر آسمانیمون نخواهیم داشت. روح القدس هیچ کاری در ما نمیتونه بکنه. وقتی که خواهنسرین اشاره کردم، وقتی خودمون نخواهیم، وقتی خودمون هیچ بهایی ندیم براش. پس در این خشکسالی ها خیلی خوبه که بدونیم در مشکلات روحانی هم ممکنه ما بیفتیم. وقتی که ایمان آوردیم، این دلیل این نیستش که مشکلات روحانی هم از بین میره، نه، همه جا هستش اینا. ولی وقتی که در تری و تازگی حیات بمونیم، خشکسالی هم ما رو نگران نخواهد کرد. هیچ دلشوره ای ندارم. به قول یه زبان مثله میگه همه رو آب ببره منو خواب میبره، ولی به جهت مثبت نه به جهت منفی این زبان مثل. و در آخر میگه همیشه میوه خواهد داشت. میوه‌ای که درختی که در کنار نهر روانه. این آب راکت نیستش که گندیده شه، این آب روانه، همینجور در جریانه. اشاره میکنه به چندین وقت پیش خواهنسین کلامی آورده بودن که مسیحیت پویای مسیحیت ایستا نیستش، باید بریم، باید راه بره. این رود نشونه اونه که این راهی که ما انتخاب کردیم ادامه داره. اول راهیم، تازه خیلی راه ادامه داره و خیلی پستی بلندی ها داریم، ولی با رعایت این نکاتی که تو ارمیا، این 5 تا نکتهی که گرفتیم، وقتی که هر وقت این مشکلات میاد به یادمون بیاد که ما اون درختی هستیم که در کنار نهر آب حیات هستیم، آب حیاتی که هیچ وقت خشک نمیشه. عیسی مسیح به اون زن سامری گفت آبی که من به تو میدم چشمه جاودانیه، هیچ وقت خشک نخواهد شد، تشنه نخواهید شد. این همون آبه. پس وقتی به اون وصل باشیم هیچ مشکلی نمیتونه ما رو از پا در بیاره. سومین موردی که میخوام اشاره کنم بهش، در تفکر و تعمق در کلام خدا موندنه. خیلی تعالیم زیادی ما شنیدیم که در کلام خدا باید بمونیم، باید همیشه کلام خدا رو تعمق، یعنی باید بخوریم، بجویم، بخوریم، هضمش کنیم و اونو در زندگیمون نشون بدیم، انجامش بدیم. فقط این نیستش که کلامو شنیدم، اوکی، حالا دیگه امروز سهممو خوندم بذارم کنار. نه، این کلام باید در من جریان پیدا کنه. تا وقتی که این کلام در من جریان پیدا نکرده، من دست روح القدس رو بستم، روح القدس رو دارم، ولی نمیذارم روح القدس کاری کنه، چون اندیشه های من اجازه نمیده که خدا در من کار کنه. باید من رو بذارم کنار، اجازه بدم الان روح القدسی که در من اون کار کنه، دست اون رو باز بذارم. و این فقط و فقط در کلام خدا موندن، در تعمق. اگه ممکنه کلاد عزیز مزمور 1 آیات 1 تا 3 خیلی قشنگ اشاره کرده تعمق در کلام خدا.
خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسمش میدهد و برگش پژمرده نمیگردد و هر آنچه میکند نیک انجام خواهد بود. آمین. آمین. یعنی خیلی قشنگ اشاره کرده. فکر نمیکنم احتیاجی به توضیح داشته باشه که به جای اینکه ما وقت خودمون رو بذاریم برای اینکه بشینیم، خودم رو میگم، بشینم صحبت بکنم راجع به خواهر دیگه‌ام، رو بشینم راجع به زندگی یکی دیگه قضاوت بکنم، با کسایی که بدگویی میکنن نشست و برخاست کنم، وقتی که وقت خودم رو، وقت طلای خودم رو بذارم برای کلام خدا، اون موقع است که درهای آسمان به روی من باز میشه، اون موقع است که روح خدا میتونه راحت در من کار کنه و معجزات خودش رو نشون بده. عطیه زبانها رو بگیرم، عطیه شفا بگیرم، عطیه نبوت بگیرم، عطای شفاعت بگیرم. عطایه های مختلفی داره روح القدس. میتونیم به راحتی از این عطایا استفاده کنیم وقتی که خودمون رو کاملا در اختیار او بذاریم. روح القدس بُعد درونی تثلیثه. یعنی چی بُعد درونی؟ بُعد درونی یعنی ابعاد دیگرش خارج از ماه. خدای پدر، خدای پسر که جسم پوشید اومد به میان ما، ولی روح القدس بُعد درونیه، یعنی میاد درون ما ساکن میشه. وقتی که درون ما ساکن میشه یعنی چی؟ یعنی ما با خدا داریم مشارکت میکنیم. اون رابطه ای ما که در باغ عدن به هم خورد الان دیگه دوباره جوش خورد. آمین. از طریق خون عیسی مسیح، از طریق کار بزرگ صلیب، تمام اینها برطرف شد، موانع رفت کنار. پس الان اینی که درون منه باید چقدر من مقدس باشم، چقدر باید در قدوسیت زندگی کنم که روح خدا که در من ساکنه اونو محزونش نکنم، اونو باعث رنجشش نشم، مواظب باشم، مواظب زبانم باشم. چرا میگیم خدایا بر زبان ما نگهبانی کن؟ چرا میگیم خدایا حکمت به ما بده؟ چرا میگیم خدایا چشمان ما رو اونطور که تو میخوای مثل خودت باز کن، عوض کن دید ما رو، قلب ما رو عوض کن؟ برای اینکه الان دیگه وقتی من ایماندار شدم دیگه الان خدا درون من ساکنه. چطور میتونه این خدایی که درون من ساکنه هم بدی داشته باشه توی من هم خوبی داشته باشه؟ نمیخونه این دوتا با هم، این دوتا در تضاد هستن. پس وقتی این نکات رو ما رعایت کنیم میفهمیم که خیلی راحت روح القدس در ما میتونه کار کنه بدون اینکه ما هیچ زحمتی بکشیم، بدون اینکه هیچ تلاشی بخوایم بکنیم. وقتی که در اعمال رسولان نگاه میکنیم، در از باب دو شروع میشه روح القدس وقتی که بر یاران عیسی مسیح میریزه در بالاخانه، چه معجزه هایی صورت میگیره. پتروسی که ترسو بود، پتروسی که سه بار انکار کرده بود عیسی مسیحو، تبدیل میشه به یک مبشر خدا. یعنی روح القدس ترس رو تبدیل به قدرت میکنه، به قوت میکنه وقتی که پر میشه از روح القدس. تا قبل از اون همچین چیزی نبودش، ولی به محض اینکه پر میشه، یعنی چی؟ این نشون میده که هر کدوم ما میتونیم پتروس باشیم، هر کدوم ما میتونیم با پری روح به جرأت بریم، بشارت بدیم، مژده انجیل رو بدیم، شهادت زندگیمون رو بدیم و با افتخار خدای تثلیث خودمون رو معرفی کنیم به اینو. خیلی در زندگی های ما پیش میاد که ما به موانعی میخوریم، مجبور میشیم دروغ بگیم. این انسانیه که خلقت کهنش مجبور میشه، چون میدونه اگه حقیقت رو بگه به ضررش میشه. ما چرا دروغ میگیم بعضی وقتا؟ به خاطر اینکه در ازای اون دروغی که میگیم یه چیزی میگیریم. ولی وقتی که راست، یک حرفی رو راست میخوایم بزنیم، یه چیزی از ما گرفته میشه. وقتی که روح القدس در ما ساکن شه، ما جرأت میگیریم، شهامت میگیریم که هر چیزی رو حتی اگه به ضررمون شده با شهامت راست بگیم. پرهیز کنیم از دروغ گفتن، از زبان دروغ گویی. دروغ میگم به دست آوردن، حقیقت از دست دادن چیزی. ولی وقتی که با دروغ یه چیز رو به دست میاری، نسبی به دست میاری، یه مدت کوتاهیه، بعد یه مدت از بین میره. ولی اون حقیقتی که تو میگی، درسته یه چیز رو از دست میدی، ولی یک چیز جاویدان پیدا میکنی. آمین. یک اعتبار پیدا میکنی. آمین. با اون حقیقت. و این فرق
اینه که اجازه بدیم در روح القدس در ما کار کنه یا اجازه ندیم دستاشو ببندیم محدودش کنیم. این دیگه به خود ما مربوطه. این شرایط رو میتونیم از همین امروز، میتونیم از همین الان استارت بزنیم، تصمیممون رو بگیریم که خدایا الان در این روزهایی که پنتیکاست بود، در این روزهایی که روزه گرفتیم اکثرمون، در این روزهایی که پر شدیم از روح خداوند، چجوری رفتار بکنیم که این روح به پری در ما هر روز بمونه، تازه بشه، هر روز در کلام خدا بمونیم، پر و پرتر بشیم. وقتی که بیرون میریم حتی اگه صحبت نکنیم، رفتار ما نشون بده که ما جدا از دنیا هستیم، سمبل عیسی مسیح هستیم، سمبل خداوند در روی زمین هستیم، تا زمانی که به اون هدف اصلی خداوند که به ملکوتش برسیم انجام بشه در روی زمین. آمین که این کلام بتونه باهاتون صحبت کرده باشه و بتونه کمک کرده باشه بهتون برای اینکه بتونیم در این شرایطی که برامون در این دنیا به وجود میاد، روح خدا رو همیشه به تازگی درون خودمون نگه داریم. فقط من البته این یه تمرینه، میتونیم برای اینکه بیشتر در کلام خدا، در تعمق خدا بمونیم، دقت کرده باشین ما همیشه وقتی دعا اکثرا میکنیم دستامونو باز میکنیم. یعنی دست باز علامت چیه؟ دست باز نشانه برکت خداست. دست باز یعنی اینکه قدرت خدا، قوت خدا رو دارم میگیرم، پر میشم از روح خدا که برم به جلو. میتونیم هر انگشتمونو به عنوان یک نشونه در نظر بگیریم و اینو سمبل بکنیم برای خودمون که در آینده در روز یا در هفته تکرارش کنیم. اینو وقتی که تکرار بشه همون تمرینیه که خو میگیره با ما. وقتی ما یه چیز راهی دائما تمرین میکنیم، دائما تکرارش میکنیم، عادت میشه برای ما. و چه عادت قشنگیه که ما بتونیم در کلام خدا بمونیم، تعمق کنیم، در روح خدا بمونیم، در راستی بمونیم. علامت وقتی که انگشت شست رو نگاه میکنیم، انگشت شست اشاره میکنه به کجا؟ در دنیا علامت پیروزیه، ولی داره به بالا اشاره میکنه. انگشت شست کلیدهای ملکوت خداوند رو اشاره میکنه. در متا آیه 16 باب 16 آیه 19 خیلی قشنگ اشاره کرده به این. من آیاتو نمیخونم چون آیات زیادیه، چون 5 تا انگشت دسته. اینا رو کپی کردم، بعد از اینکه کلام تموم شد میتونیم پخش کنیم. میبخشید اگر کم هستش، میتونن کسایی که امکانشو دارن اگر نرسید به همه عکس بگیرن ازش داشته باشن. پس من فقط کوتاه یه اشاره میکنم، بعد اینا رو میتونیم پخش کنیم. پس کلید انگشت شست وقتی که باز میشه در کلید ملکوت خداوند رو اشاره میکنه که در متی 16 آیه 19 بهش اشاره شده. انگشت اشاره در دنیا همیشه ما محکومیته، علامت محکومیت. همیشه وقتی میخوام یکی رو محکوم کنی، تو مقصری، تو این کارو کردی، همیشه. ولی در مسیحیت یک علامت دیگه ای داره. در مسیحیت نبوت یوئیل نبی رو به ما یادآوری میکنه. میتونید اینو در اعمال رسولان باب 2 آیات 17 تا 21 ببینید. آیات 17 تا 21 در اعمال رسولان. من نمیگم برای اینکه خودتون برید دنبالش بخونید. اینجوری وقتی خودمون میریم دنبالش برکت خیلی بیشتر میگیریم تا اینکه هلو برو تو گلو باشه. فکر میکنم انگشت وسط معنیشو نمیگم، همه میدونن تقریبا معنی دنیایش چیه، ولی برای ما مسیحیان جلال خدا رو نشون میده. باز در اعمال باب 2 آیات 46 تا 47 خیلی قشنگ اشاره کرده به این. ما همیشه وقتی میخواییم در بزنیم چه جوری در میزنیم؟ با انگشت وسط در میزنیم. نشون میده که ما به عنوان مسیحیان باید بریم درها رو بزنیم. درها رو بزنیم و در هر شرایطی مژده نجات رو به همه برسونیم. این چیزی بوده که خداوند ما از ما خواسته. پس جلال خدا کی نشون داده میشه؟ وقتی که ما میریم درها رو میزنیم، مژده انجیل رو میدیم و قلب ها به سوی خدا میان. قلب های بسته باز میشن، قلب های سنگین به قلب های گوشتی تبدیل میشن. انگشت حلقه، انگشتی که چهارمین انگشت، تا الان اینجوری باز شده الان دست ما. خیلی به سختی میبینیم که وقتی که
انگشتا رو یکی یکی از شست راحت تره، سبابه راحته، سومی رو میخوایم باز کنیم، وقتی چهارمی رو میخوای باز کنی خیلی سخت در باز میشه، دقت کرده باشین، مال من که اصلا باز نمیشه. باز کننده راه‌های خدا در روی زمینه. آمین که اشعیا 40 باب 40 آیات 3 تا 5 وقتی که میخونیم با ایمان برداریم این آیات رو و اعلان کنیم که با این انگشت ما راه‌های خداوند رو باز می‌کنیم روی زمین، راه‌های آسمانی رو روی زمین باز می‌کنیم. و وقتی که انگشت کوچک رو باز می‌کنیم، قدرت شفای خداوند رو اعلان می‌کنیم. از طریق متی باب 10 آیات 7 و 8 وقتی که می‌خواید دستگذاری کنیم، وقتی که می‌خواید دعا بشین، دقت کنیم با تمام دست، هیچ وقت دست رو مشت نمی‌کنیم دعا کنیم، بلکه دست رو همیشه باز می‌کنیم. و علامت شفا این وقتی که بسته باشه هیچ وقت نمیتونه اونطور که باید شفا جاری شه. وقتی که کاملا بازه، انگشت کوچک باز میشه، این دست ما آماده است برای اینکه شفای خدا رو جاری کنیم در بقیه انسان ها. اینو من اینطوری تونستم خیلی ساده شکلش رو بکشم و بنویسم. میگم متاسفم اگر که تعداد بیشتر از این کاغذ ها هست، من 40 تا چاپ کردم، ولی آمین که اونایی که ندارن این امکان داشته باشن که عکس بگیرن از این، و آمین که هر وقت این دست رو میبینید این آیات هر روز اعلان بشه در زندگی ما، از خود من و تک تک ما به عنوان ایمانداران، و آمین که بعد از این تعالیم ما بتونیم واقعا بتونیم مثل پتروس، مثل پولس ها، مثل شاگردان عیسی مسیح به جرأت با شهامت و قوت و قدرتی که از روح القدس گرفتیم بریم در دنیا و انجیل رو بشارت بدیم. اینو میتونیم.